داستان من 3. در زنگ ریاضی اتفاق افتاد. در 12 سالگی 17 ساله به نظر می رسیدم. بدنم روش کرده بود و شکل گرفته بود، اما هیچ کس غیر از خودم این را نمی دانست. هنوز همان لباس های آبی یتیم خانه را می پوشیدم. آنها من را مثل یک خرس گنده نشان می دادند. هیچ پولی نداشتم. بچه های دیگر با اتوبوس به مدرسه می آمدند. هیچ پولی برای کرایه ماشین نداشتم. باران بود یا آفتاب فرقی نمی کرد. باید نزدیک 2 مایل را از خانه تا مدرسه پیاده می رفتم و بر می گشتم. از پیاده روی و از مدرسه متنفر بودم. هیچ دوستی نداشتم. دانش آموزان هم به ندرت با من حرف می زدند و هیچ وقت من را در بازی هایشان راه نمی دادند. هیچ کس با من به خانه ما نمی آمد و کسی هم من را به خانهشان دعوت نمی کرد. همه اینها به خاطر این بود که از یک منطقه فقیر نشین بودم. جایی که مکزیکی ها و ژاپنی ها زندگی می کردند. البته به خاطر این هم بود که من نمی توانستم به هیچ کس لبخند بزنم. یک بار کفش فروشی که جلوی در مغازش ایستاده بود جلویم را گرفت و پرسید اسمت چیه؟ گفتم نورما. گفت فامیلت چیه؟ نمی توانستم نام فامیلم را که مورتنسون بود بگویم، چون این فامیل مال آن مردی نبود که کلاه کج داشت و سیبیلش مثل آقای گیبل بود. جوابش را ندادم. کفش فروش گفت تو چه بچه عجیبی هستی، هر روز تو رو می بینم که از اینجا رد میشی و اصلا لبخند نمی زنی. اگه این طوری باشی هیچ جا رات نمی دم. رفتم مدرسه در حالی که نسبت به کفش فروش احساس تنفر می کردم. در مدرسه بچه ها به من خیره می شدند و در گوشی با هم حرف می زدند و می خندیدند. به من می گفتند لال و یتیم خانه ای بودن من باعث سرگرمی و مسخره بازیشان بود. مهم نبود که به من می گفتند لال. خب من لال نبودم. یک روز صبح هر دو لباس آبیم پاره شد و اگر وقتم را صرف دوختشان می کردم به مدرسه نمی رسیدم. این بود که از یکی از خواهرخوانده هایم خواهش کردم لباسی به من قرض بدهد. او یک پیراهن به من قرض داد. همسن خودم بود اما جستش کوچکتر از من بود. تازه کلاس ریاضی شروع شده بود که به مدرسه رسیدم. همین که داشتم به سمت نیمکتم می رفتم متوجه شدم همه طوری به من خیره شدند که انگار روی تنم 2 تا سر در آوردم. بله، این 2 تا زیر پیراهن چسبانم بودند. زنگ تفریح که شد 5-6 تا پسر دورم جمع شدند. می گفتند و می خندیدند و طوری با حسرت به لباسم نگاه می کردند که انگار یک تکه طلا دارم. فهمیده بودم که اتفاقی افتاده اما چیزی در موردش نمی دانستم. برای همین کلاس ریاضی خیلی تحت فشار بودم. بعد از مدرسه 4 پسر در حالی که دوچرخه هایشان را با خودشان می کشیدند مرا تا خانه همراهی کردند. خیلی هیجان زده شده بودم اما طوری رفتار کردم که انگار اوضاع خیلی معمولی است. هفته بعد باز کفش فروش جلویم را گرفت. گفت میبینم به حرفم گوش کردی، اگه همینطور ادامه بدی و به مردم لبخند بزنی خیلی بهتر از این هم میشی. متوجه شدم که او هم حین حرف زدن دارد به لباسم نگاه میکنم. دخترهایی که برادری داشتن شروع کردن به دعوت کردن من به خانهشان و من کس و کار آنها را دیدم. دیگر همیشه 3-4 تا پسر دوروبر خانه ما بود. ما با هم توی خیابان بازی می کردیم و زیر درخت ها کنار خیابان حرف می زدیم تا موقع شام می شد. من در این تغییر رفتار پسرها نسبت به خودم و اینکه دوستم دارند رنگ و بوی جنسی نمی دیدم و اصلا در فکر مسائل جنسی هم نبودم. اصلا به ذهنم نمی رسید که بدنم جاذبه جنسی داشته باشد. رشد جسمیم بیشتر مثل یک دوست جدید بود که به طرز سحرآمیزی در زندگیم پیدا شده بود. یک جور دوست رویایی. چند هفته بعد بود که یک روز صبح جلوی آینه ایستادم و رژ لب زدم و مژه‌های بلندم را با ریمل سیاه کردم. هیچ پولی برای خرید لباس نداشتم
و هیچ لباسی هم جز لباس‌های یتیم خانه و آن لباس قرضی نداشتم. آن رژ لب و ریمل برایم حکم لباس جدید را داشت. دیدم که استفاده از آنها آنقدر در قیافم تأثیر گذاشته که انگار یک لباس شب واقعی تنم کردم. ورودم به مدرسه با لبهای رژ زده و مژه‌های ریمل زده و البته آن برجستگی‌های جادویی زیر پیراهنم وزوزها را دور و برم بلند کرد و این وزوزها همه‌شان هم دوستانه نبودند. همه دخترها نه فقط 13 ساله‌ها بلکه بزرگترها و 17 ساله‌ها و 18 ساله‌ها برای من گارد دشمنی گرفتند. با فصل تابستان دیگر واقعاً یک دوست پسر داشتم. او 21 سالش بود و علی‌رغم اینکه خیلی پیچیده به نظر می‌رسد، اما او فکر می‌کرد من 18 سالم است نه 13. قادر بودم با بسته نگه داشتن دهانم و حرف نزدن و با ناز و ادا راه رفتن او را فریب دهم. بعد از آن طوفانی که چند ماه پیش در کلاس ریاضی به پا شده بود، تمرین کرده بودم که چطور با ناز راه بروم. یک روز شنبه، او با خبرهای جدید آمد در خانمان که قرار است با هم برویم شنا. دویدم به اتاق خواهرم، آن که کمی از من کوچکتر بود، تا لباس شنایش را قرض بگیرم. جلوی آینه جارختی ایستادم و یک ساعت صرف کردم تا پوشیدمش. و با آن تمرین راه رفتن کردم. دوست پسرم آخرش با بی‌صبری صدایم کرد و من را از اتاق بیرون کشید. یک جفت کفش کهنه پایم بود و یک پیراهن تنم و لباس شنا زیر آن بود. روزی آفتابی بود و ساحل پر بود از کسانی که حمام می کنند و پر بود از مادرهایی که با بچه هایشان آمده بودند. با اینکه فقط با فاصله چند مایل از دریا به دنیا آمده و بزرگ شده بودم، هرگز از نزدیک دریا را ندیده بودم. مثل رویا بود. پر از رنگ‌های طلایی، بنفش، آبی و کف‌های سفید. فضا بوی تعطیلات می‌داد و این هیجان زده ام می‌کرد. انگار همه به آسمان لبخند می‌زدند. دوست پسرم گفت: بیا بریم توی آب. پرسیدم: بریم کجا؟ با خنده گفت: توی آب. فکر میکردم دارد شوخی میکند. در فکر لباس شنای چسبانم بودم. فکر اینکه آن را بپوشم و خودم را در آب مخفی کنم به نظرم مضحک میآمد. اما چیزی نگفتم. ایستادم به تماشای زنان و دختران دیگر و کمی ناراحت شدم. انتظار نداشتم که بیش از نیمی از زنان و دختران لس‌آنجلس بیان که چیزی در چنته داشته باشند بیایند و در ساحل خود نمایی کنند. فکر کردم من به تنهایی باید جای آنها باشم. دوست پسرم دوباره صبرش تمام شد. بنابراین کفش و لباسهایم را درآوردم و با یک تکه لباس شنای کوچک ایستادم. فکر کردم تقریبا لخت هستم و چشمهایم را بستم و همینطور ایستادم. او به این توقف آزاردهنده من خاتمه داد و من به آرامی در کنار ساحل شروع کردم به قدم زدن. تقریبا به آب نزدیک شدم و پایی به آب زدم. همان اتفاقی که در کلاس ریاضی افتاد اینجا هم رخ داد. منتها در سطحی وسیع‌تر. اینجا هم پچ‌پچه‌ها بلند شد. مردان جوان برایم سوت کشیدند. بعضی ها هم از توی شنها پریدن جلویم تا بهتر نگاهم کنند. حتی زن ها هم وقتی نزدیک می شدم بی حرکت می ماندند. من هیچ توجهی به سوت و متلک ها نکردم. در حقیقت اصلا آنها را نمی شنیدم. پر از این احساس عجیب و غریب شده بودم که من دو نفر هستم. یکی از شخصیت هایم نورما جین است، که از یتیم خانه آمده و متعلق به هیچ کسی نیست. نام شخصیت دیگرم را نمی دانستم. اما می دانستم او متعلق به کجاست. او متعلق به اقیانوس، آسمان و همه دنیا بود. داستان من 4. مثل یک گل زیبا زنی دل فریب شدم. هیچ چیز نمی توانست آن وجهه زیباییم را در آن ساحل خرد کند. دوباره با همان پیراهن آبی به مدرسه رفتم. اما به جای اینکه چیزی یاد بگیرم، هر روز گیج و گیجتر می شدم.
به این ترتیب مدرسه هم می گذشت. مدرسه نمی دانست با یک زن دلفریب 13 ساله چطور مقابله کند. اما چرا اینقدر فریبا بودم؟ خودم کوچکترین نظری نداشتم. هیچ رقم افکار جنسی در سرم وجود نداشت. اصلا دلم نمیخواست بوسیده شوم و اصلا در رویایم این نبود که توسط یک دوک یا یک ستاره سینما اغوا شوم. حقیقت این بود که من با وجود تمام رژ لبهایی که میزدم، ریمل‌هایی که میکشیدم و با وجود تمام آن منحنی‌های زودرس، مثل یک فسیل بدون خواهش‌های نفسانی بودم. اما به نظرم روی مردم تأثیری کاملا عکس میگذاشتم. اگرچه در بین خواستگارانم مردان جوانی هم وجود داشتند که خواهان یک هماغوشی کامل بودند و گهگاه با 1000 دوز و کلک و برنامه چینی به من نزدیک می شدند. با اینها راحت می توانستم بزنم زیر همه چیز، چون اصلا هم برای اینها متاسف نمی شدم. تمام تحسین هایی که نسبت به من ابراز می کردند در واقع یک چیز بود به شکل های مختلف. خواسته آنها تقصیر خودم بود. عادت داشتم شبها که دراز می کشیدم به این فکر کنم که چرا دنبالم هستند. آنها را اینطوری نمی خواستم. در آخر به این نتیجه رسیدم که به این دلیل دنبال من راه می افتند که من یتیم هستم و پدر و مادری ندارم که از من محافظت کنند یا آنها را بترسانند. این فکر حسابی حالم را از تحسین هایی که می کردند به هم زد. اما نه این سردی من، نه اهانت‌هایم به آنها که گمشو بیرون از اینجا و مزاحمم نشو و غیره، آن تصویر را خراب نکرد. انگار یک گل رز جادویی بین دندان‌هایم گرفته بودم. دانش آموزان دختر دیگر به جای مشکل قبلی، مشکل جدیدی با من داشتند. هرچه هم که بزرگتر می شدم، بیشتر با من دشمنی می کردند. حالا دیگر، به جای اینکه تهمت دزدیدن شانه ها، گردن بند ها یا سکه های 5 سنتیشان را به من بزنند، مرا به دزدیدن مردان جوان متهم می کردند. خاله گریس برای حل مشکلم پیشنهادی داد. گفت: باید ازدواج کنی. گفتم: خیلی بچه‌ام خاله. فقط 13 سالم بود. خاله گریس با خنده جواب داد: اما من اینطوری فکر نمی کنم. گفتم: اما کسی نمیخواد با من ازدواج کنه. گفت: چرا؟ یه نفر هست. پرسیدم: کی؟ خاله‌ام گفت: جیم. جیم آقای داگرتی بود. او مرد مؤدب و درخوری بود. گفتم: اما جیم که در گیرودار خواهرمه. خاله گفت: اونم به خاطر توه. به خاطر تویی که میاد فوتبال بازی میکنه، نه به خاطر خواهرت. گفتم: خیلی مسخره است. اونم این بقیه است. فقط کمی قد بلندتره و مؤدب‌تر. خاله گریس گفت: در آینده مرد خوبی میشه. آن خاله و عمویی که آن وقتها با آنها زندگی میکردم و نهمین خانواده‌ای بودند که با آنها زندگی میکردم، به فکر من خط دادند. آنها می‌خواستند اسباب کشی کنند و بروند. این به این معنی بود که من باید برمیگشتم به یتیم خانه تا آنها خانواده دیگر را برایم پیدا کنند. با جیم داگرتی ازدواج کردم. مثل این بود که برای رفع خستگی به باغ وحش بروی. تأثیر این ازدواج اول روی من این بود که علاقه‌ام را به مسائل زناشویی کمتر کند. همسرم هم این قضیه برایش مهم نبود و به این مسئله اهمیتی نمیداد. ما هر دو خیلی جوان بودیم و خجالت می کشیدیم به طور واضح در مورد این مسائل شرم‌آور حرف بزنیم. در واقع ازدواج ما یک نوع ارتباط دوستانه بود. با این تفاوت که مسائل زناشویی هم داشت. خیلی زود فهمیدم که کلن ازدواج ها چیزی بیش از آن نیست. و شوهرها وقتی دارند به همسر خود خیانت می کنند، از طرفی نقش عاشق را هم خوب بازی می کنند. خانواده جیم خیلی تحویلم نمی گرفتند و برای این نمی توانستم آنها را سرزنش کنم. من همسر عجیب و غریبی بودم. از بزرگسالها متنفر بودم.
ترجیح می دادم بروم ظرف بشورم تا با آنها صحبت کنم. تا شروع می کردن به پاسور بازی کردن یا بحثی وسط می انداختند، من سری جیم می شدم و می رفتم توی کوچه با بچه ها بازی می کردم. دختر پسرهای کوچکتر از خودم را دوست داشتم. آنقدر با آنها بازی می کردم که دیگر شوهرم می آمد توی کوچه و صدایم می کرد که موقع خواب است. ازدواجم نه من را خوشبخت کرده بود نه با آن اذیت می شدم. من و شوهرم به ندرت با هم حرف می زدیم. این وضعیت به خاطر این نبود که از هم ناراحت بودیم. در واقع حرفی برای گفتن نداشتیم. من خیلی زن و شوهرها را تا آن وقت دیده بودم که عین ما بودند. ازدواج هایی که در سکوت می گذشت عمرشان طولانی تر بود. بزرگترین کاری که این ازدواج برایم کرد این بود که دیگر از شر کلمه یتیم راحت شدم. به این دلیل نسبت به جیم سپاسگزار بودم. او شوالیه‌ای بود که مرا از آن پیراهن آبی یتیم خانه نجات داد. مشاورینی که به من گفتند ازدواج کن در این مورد نیز درست تشخیص داده بودند. من دیگر محبوبیتم را به عنوان زنی زیبا از دست داده بودم و هیچ پسری دنبال خانم آقای دایرتی نمی افتاد. به نظرم آن روز از دندانهایم پایین افتاده بود. داستان من 5. ناقوس ازدواج. جیم در سال 1944 به ناوگان بازرگانی پیوست و من هم در یک کارخانه چتر نجات مشغول شدم. جنگ بزرگ در گرفته بود. جبه های گرامافون رونق گرفته بودند و می نواختند. چشم مردم روشن شده بود. من در کارخانه لباس سرهمی می پوشیدم. تعجب می کردم که چرا اینقدر روی آن اصرار دارند. وقتی به یک دختر سرهمی بپوشانی، انگار که لباس جذب به او پوشاندی. خصوصا دختری که بلد باشد آن را بپوشد. در حرفه بازرس چتر نجات، من عملا دوباره به کلاس ریاضی برگشتم. دوباره مردها شروع کردند به وزوز کردن. درست مثل پسرهایی که در کلاس ریاضی این کار را کرده بودند. از وقتی که به عنوان زنی متأهل تنها ماندم، توجه ها به سمتم جلب شد و همه می‌خواستند رفتار محترمانه‌ای با این زن‌ها داشته باشند. البته این اصلاً احترامی به زنان متأهل محسوب نمی‌شود. مردها همیشه آماده احترام گذاشتن به چیزهایی هستند که حوصله‌شان را سر می‌برد. علت این بود که اغلب زن‌ها حتی خوشگل‌هایشان چون خیلی مورد احترام بودند، باید آن لباس‌های عروسکی را می‌پوشیدند. شاید تقصیر خودم بود که همکاران آقایم دلشان می‌خواست با من وقت بگذرانند و برایم مشروب بخرند. اصلاً احساس یک زن متأهل را نداشتم. کاملاً به همسرم در آن سوی مرزها وفادار بودم، اما این به خاطر عشقم به او یا حتی تقیدات اخلاقیم نبود. وفاداریم به خاطر بی‌علاقگیم به مسائل زناشویی بود. جیم بالاخره به خانه برگشت و باز هم با هم زندگی کردیم. خیلی سخت است که آدم کسل و بی‌حوصله یادش بیاید که چی گفته، چی کار کرده و چطور گذشته. جیم همسر خوبی بود. او هرگز مرا اذیت یا ناراحت نمی کرد. به جز یک مورد. او بچه می خواست. فکر بچه دار شدن موهای تنم را سیخ می کرد. این فکر انگار دوباره مرا همان نورما جین یتیم خانه می کرد. یک چیزی درونم اتفاق می افتاد. جیم متوجه نمی شد. و این همان دختر کوچولوی پیراهن آبی بود که در خانه خاله ها و عموها زندگی می کرد و ظرف می شست و آن نفر آخر بود که شنبه شبها در وانهایی که همه حمام کرده بودند حمام می کرد. نمی توانستم این حسم را برای جیم توضیح دهم. شبها وقتی کنارم خوابش می برد بیدار بودم و گریه می کردم. دقیقا نمی دانستم چه کسی دارد گریه می کند. خانم دایرتیست یا آن دختر درونم؟ هیچ کدام نبود. این نورما جین بود که گریه می کرد. نورما جین هنوز بود. هنوز زنده بود. و هنوز آرزو می کرد که ای کاش مرده بود. حالا در مورد بچه نظر دیگری داشتم.
یکی از چیزهایی بود که با آن فکر می کردم. او هرگز یک نورمال جین نمی شد. می دانستم چطور بدون دروغ بزرگش کنم. هیچ کس در مورد هیچ چیز به او دروغ نمی گفت و من خودم به همه سوالهایش پاسخ می دادم. اگر جواب سوالهایش را بلد نبودم به دانشنامه مراجعه می کردم. جوابش را پیدا می کردم. هرچه می خواست را به او می گفتم. در مورد عشق، روابط زناشویی و در مورد همه چیز. اما عمدتاً همه چیز بدون دروغ. هیچ دروغی نمی گفتم. نه در مورد بابا نوئل، نه در مورد اینکه دنیا پر است از آدم‌های نجیب و قابل احترام که همگی عاشق کمک کردن به هم هستند و با هم خوب هستند. به او می‌گفتم که بله، خوبی و معرفت در جهان هست، اما اندازه الماس و یاقوت. این پایان داستان نورما جین من بود. من و جین طلاق گرفتیم. و من به اتاقی در هالیوود اسباب کشی کردم تا تنها زندگی کنم. 19 سالم بود و میخواستم خودم را پیدا کنم. همین که نوشتم این آخر داستان نورما جین بود، چنان از شرمندگی سرخ شدم که انگار سر یک دروغ مچت را بگیرند. چون این خیلی تلخ و غم‌انگیز بود و این بچه‌ای که زود بزرگ شده بود به آسانی از قلبم بیرون نمی رفت. با تمام موفقیت‌هایی که دورم را گرفته بود، هنوز چشمان هراسان نورما جین را احساس می‌کردم که داشت به من نگاه می‌کرد و می‌گفت من اصلاً زندگی نکردم. اصلاً کسی منو دوست نداشته. و اغلب هم گیج می‌شدم و می‌فهمیدم که این من هستم که دارم این حرف‌ها را می‌زنم. داستان من 6 کوچه‌های بیو در بچگی عروس شده بودم و در بچگی هم مطلقه شده بودم. به نظرم اتفاقات زیادی برای من رخ داده بود. اما در واقع هیچ اتفاقی نیفتاده بود. فقط از 9 سالگی پریده بودم به 19 سالگی و باید برای خودم کاری دست و پا می کردم. همان غریزه‌ای که اردک را به آب می رساند من را به استودیوی عکاسی کشاند. وارد کار تبلیغات و طراحی شدم. مشکل اصلی این بود که عکاس‌ها نیز دنبال کار بودند. پیدا کردن عکاسی که من را به عنوان مدل انتخاب کند به راحتی آب خوردن بود. اما من پول کافی برای کرایه اتاقم و غذای روزانه‌ام در نمی آوردم و گاهی هم پیش می آمد که پول غذایم هم در نمی آمد. اما مهم نبود. وقتی جوان هستی و سالم کمی گرسنه هم بمانی به جایی بر نمی خورد. آنچه که مهم بود این بود که تنها شده بودم. وقتی آدم جوان و سالم باشد تنهایی خیلی بیشتر مهم می شود. با چشمهای تنهایم به خیابانها نگاه می کردم. هیچ قوم و خویشی نداشتم که به دیدنشان بروم یا دوستی که با او به جایی بروم. خاله گریس و خاله آنا فقط درگیر کارشان بودند تا بتوانند کرایه اتاق و خرج غذایشان را در بیاورند. وقتی به آنها سر می زدم، برایم ابراز تأسف می کردند و می گفتند دوست دارند به من کمک کنند. می دانستم که آنها چقدر حتی به نیم دلار موجود در کیف پول خود احتیاج دارند. بنابراین خودم را کنار می کشیدم. کاش آنقدر پول داشتم که آنها را به رستوران یا سینما ببرم. تنها بودم. خودم با خودم. وقتی شبها از خیابانهای روشن و پیاده روهای پر از ازدحام به خانه برمی گشتم، چهره هایی می دیدم که دارند با هم حرف می زنند و با عجله می خواهند به جایی بروند. با خودم می گفتم کجا دارند می روند و چه احساسی دارد که آدم جایی داشته باشد که برود یا کسانی باشند که تو را بشناسند. همیشه مردهایی هستند که به دختری که به نظر تنها می رسد کمک می کنند که کمی از تنهایی بیرون بیاید. وقتی داری رد می شوی می گویند سلام کوچولو. وقتی بر نمی گردی که به آنها نگاه کنی به مسخره می گویند مغرورم که هستی آره؟ گاهی همچنان دنبالت می آیند و به این مکالمه یک طرف ادامه می دهند. به نظرم خوشگلی کوچولو. چند تا ساختمان که جلوتر رفتی و محلشان نگذاشتی از شما عصبانی می شوند و شما را با یک فوش تنها می گذارند.
من هرگز به چنین افرادی جواب ندادم. گاهی برای آنها احساس تأسف می کردم. به نظرم آنها هم به تنهایی من بودند. این اصلا راه درستی نبود که دنبال من بیفتند تا من هم به دعوت خیابانی آنها جواب مثبت بدهم. دوست نداشتم چنین کاری با من بکنند. نورما جین عادت داشت که چنین حرفایی بشنود. این کار را بکن، بیا اینجا، آشپزخانه را تمیز کن و دهانش را همیشه ببندد و شکایتی نکند. هر کسی به نورما جین فرمانی می داد و اگر اطاعت نمی کرد، او را به یتیم خانه می بردند. این گرگ‌های این گوشه و آن گوشه این خیابان‌های بی‌عبور با این سلام کوچولو سلام کوچولو گفتن‌هایشان برای من تداعی صداهایی در گذشته هم بودند که دوباره به من می‌گفتند تو خانم هیچی هستی و باید می‌شنیدم و فراموش می‌کردم انگار نه انگار. یک شب مردی را در رستوران دیدم. با هم از رستوران بیرون آمدیم و در خیابان حرف زدیم. او اولین کسی بود که لحظه آرام با من حرف زد و من هم مشتاقانه گوش کردم. گفت این شهر در این 40 سال اخیر خیلی تغییر کرده. سمت راست همین جایی که داریم راه میریم مال سرخپوستا بود. همه اینجاها بیابون بود. اگه جایی میخواستی بری باید سوار اسب میشدی. پرسیدم شما 40 سال پیش اینجا زندگی میکردین؟ بله خانم. فکر میکنی چند سالمه؟ حدوداً 60 سال. حرفم را اینطور تصحیح کرد. 77 سالمه. اسمم بیل کاکسه. میخواییم جایی برین؟ گفتم نه. گفت چرا به خانه من و همسرم نمیای؟ همین دست راست زندگی میکنی. همسرم امشب حوصله نداشت، برای همین براش ساندویچ خریدم. من با بیل کاکس و همسرش دوست شدم. گاهی شبها ستایی در خیابان قدم می زدیم. اما بیشتر اوقات من و بیل می رفتیم تفریح. او اغلب یا در مورد جنگ آمریکا و اسپانیا صحبت می کرد که در آن شرکت داشت یا در مورد آبراهام لینکلن. این دو موضوع برای او خیلی هیجان انگیز بودند. من اصلا در مورد جنگ آمریکا و اسپانیا چیزی به گوشم نخورده بود. حتما آن وقتی که در زنگ تاریخ موضوع درسمان این بوده من غیبت کرده بودم. بیل کاکس تمام جنگ را برایم شرح داد که چه علتهایی داشت و چه نبردی بود. همچنین او داستان زندگی آبراهام لینکلن را از ابتدا تا انتها برایم تعریف کرد. راه رفتن با بیل کاکس در خیابانهای روشن هالیوود و شنیدن تعریفهایش از جنگ و آبراهام لینکلن باعث می شد که احساس تنهایی نکنم و گرگ‌های پیاده رو مدام به من نگویند سلام کوچولو سلام کوچولو. یک شب بیل کاکس گفت که می خواهد به تگزاس برود. گفت کمی ناخوشم و از اینکه جایی غیر از تگزاس بمیرم متنفرم. او برایم چند نامه از تگزاس فرستاد. من هم جواب دادم. بعد همسرش یک نامه برایم فرستاد که بیل کاکس در خانه سربازان تگزاس مرده است. نامه در رستورانی که برای بار اول او را آنجا دیده بودم به دستم رسید و تا خانه گریه کردم. خیابان‌های هالیوود بدون وجود بیل کاکس و سن جوان و آبراهام لینکلن تنها تر از همیشه به نظر می رسید.